ما فراتر از یک صنف درسی به آموزش ادامه می دهیم. برای آموزش بیشتر، چینل ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتان شریک نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم به تمام دوستایی که ویدیو را می بینن. آرزو دارم که هر جایی باشین خوش و صحتمند و سرحال باشین. به تعقیب درس‌های قبلی فیزیولوژی تنفسی و فصل تهویه ریوی یا ونتیلیشن میایم امروز روی سه موضوع صحبت کنیم. موضوع اولی که باید تشریح بکنیم درباره دید اسپیس یا فضای مرده هست، که اول باید مفهوم دید اسپیس یا فضای مرده شما بفهمین که مفهومش چیست. بعد انواعش اون در بارش صحبت میکنیم که انواع دید اسپیس چند نوع دید اسپیس ما شما داریم. موضوع دیگه ای که شما باید بفهمین درباره منیت ریسپایرتوری والیوم هستن یا درباره حجم تنفسی در یک دقیقه است که باید در بارش صحبت بکنیم. و موضوع آخر درباره الویولر ونتیلیشن یا تهویه الویولی. اول درباره دید اسپیس یا فضای مرده باید صحبت بکنیم که فضای مرده تنفسی یا ریسپایرتوری دید اسپیس یا فیزیولوژیک دید اسپیس چی هست؟ فضای مرده چی هست؟ شما میفهمید که سیستم تنفسی یا ریسپایرتوری سیستم، میفهمید که ریسپایرتوری سیستم یا سیستم تنفسی اونمو سیستمی هست که اکسیژن را برای حجرات آماده میکنه و کربن دی اکساید را دوباره اطراح میکنه. یعنی هدف سیستم تنفسی است که چی بکنه؟ اکسچنج گازات بین محیط و محیط چه بدن ما شما و حجرات بدن ما شما و خون نقش عمده را بازی بکنه. اما متوجه باشین وقتی که ما و شما اینمی هوا را تنفس میکنیم، کل نظام هوا با اونمو ساحه که در اونجا اکسچنج یا تبادله گازات بین شوش و بستر بیایی صورت میگره نمیرسه. پس ما با اونمو قسمت از سیستم تنفسی، یعنی به همون فضای از سیستم تنفسی که مربوط سیستم تنفسی میشه، ولی در آنجا تبادله گازات صورت نمیگیره، ما با اونمو میگیم اینا فضای مرده یا دید اسپیسه. یا به اصطلاح دیگه وقتی ما و شما هوا را چه انهلشن میکنیم، هوا را داخل سیستم تنفسی میکنیم، در زمان شیق هوا داخل میجای تنفسی میشه، کل نظام هوا چی است؟ در تبادله گازات سهم نمیگیره. پس ما اونمون مقدار از هوایی که در ساحه که در اونجا تبادله گازات صورت نمیگیره قرار میگیره، ما شما به اونمو هوا چی میگیم؟ دید اسپیس آیر میگیم. دید اسپیس آیر، هوای فضای مرده. یا برای از اینکه شما این خوب سعی یاد بگیرین و خوب درست بفهمین، دوستای عزیز، ما و شما ریسپایرتوری سیستم رو به دو بخش تقسیم بکنیم بهتره. یعنی سیستم تنفسی باید به دو بخش تقسیم شود. یک قسمتی که هوا را انتقال میده، یعنی conductive area، ساحه که فقط در انتقال هوا نقش داره اما در اون تبادله گازات صورت نمیگیره. و یکی دوم exchange area. در air exchange area اونمون ساحه از سیستم تنفسی شامل میشه که در اونجا تبادله گازات صورت میگیره. شما میفهمید که در مجرای تنفسی کدام ساختمان ها نقش داره؟ یا در کل اگر شما سیستم تنفسی رو ببینین، اول شما میفهمید که بینی یا نوزه، بعد از بینی شما میفهمید که فارینکس میه، بعد از فارینکس شما میفهمید که تراخیا میه، بعد از تراخیا شما میفهمید که برونکس ها میه، بعد از برونکس ها شما میفهمید که برونشیول ها میه، برونشیول ها میه، بعد از برونشیول ترمینال برونشیول ها میه، بعد از ترمینال برانشیال ها
respiratory bronchioles که شما اگه در نظر بگیریم کدام های که در این در respiratory bronchioles شما میفهمین alveolar ductus alveolar sac های در کل میتونیم بگیم alveol های alveoli هستن. شما متوجه باشین اینا کلشان مربوط سیستم تنفسی میشن، اما از این ساحه تا اینی ساحه را که شما در نظر بگیرید اینا جز سیستم تنفسی هست، اما در قسمت ها اکسچنج یا تبادله گازات صورت نمیگیره. پس وقتی که ما شما هوا را تنفس میکنیم، یک مقداری از هوا در این میجرایی که از بینی تا ترمز قرار داره این در میسه ها هست. پس اینجا ها متوجه باشین او هوایی که در این قسمت ها وجود داره اینا در تبادله گازات صورت نمیگیره، اینا در چه اکسچنج نمیشه، یعنی اینا با خون تبادله نمیشه، با گازاتی که در خون هستی اکسیژن های موجود در این ساحه نمیره داخل خون و از خون کربن دی اکساید دوباره به این ساحه نمیه. از او خاطر ما و شما این ساحه را میگیم که اینا ساحه انتقالیه یا کاندکتیو ایریاه، مجرای انتقالیه. اما اینی ریسپایرتوری برانشیول که در اینجی شما میفهمین الویولر دکت، الویولر سک و الویول هاست، این ساحه ساحه است که در اینجی تبادله گازات صورت میگیره. شما میفهمین که در این ساحه وقتی شما این الویول های در نظر بگیرین، شما اگر اینجا کسی خب رنگشان تفاوت کرد باید این رنگ آبی بگیرم بگم رنگ سرخ خون باشه. شما میفهمین که در این قسمت جداری اینمی یا اینمی ممبرانی که بین الویول ها و جدار خون وجود داره به نام ریسپایرتوری ممبران یاد میشه و این ریسپایرتوری ممبران زیاد تیک یا زخیم نیست. از اون خاطر در اینجا اکسیژن و کربن دی اکساید راحت بین چی؟ بین خون و بین الویول ها تبادله میشه. اکسیژن میاد داخل خون و کربن دی اکساید از داخل خون میره داخل الویول ها. پس ما اینی ساحه را به نام چی میگیم؟ به نام ساحه اکسچنج ایریا یا ساحه که در اینجا تبادله گازات صورت میگیره. پس ما به اونمو هوایی که آمده در کجا؟ در مجراهای انتقالی یا کاندکتیو ایریا را پر کرده، ما اینمی هوا را به نام دید اسپیس آیر میگیم یا هوای فضای مرده میگیم، هوایی که داخل سیستم تنفسی شده اما در تبادله گازات سهم نمیگیره، اینمی رو ما شما به نام دید اسپیس آیر میگیریم. اما گاهی وقتا متوجه باشین اگر این ساحه یک امبولی باشه، ببینین یک امبولی اینجا تشکیل شده، یک امبولی باشه و این امبولی چی کار کنه؟ امبولی بیا این رگ خون این چه مسدود بسازه و در نتیجه جریان خون در اینجا قطع شده. درسته در این الویولار که چی هست؟ اکسیژن یا هوا وجود داره، اما جریان خون یا پرفیوژن در اینجا نیست، بازم تبادله گازات صورت نمیگیره. طور باز ما و شما وقتی انواعی دیدسپیس بخوانیم شما خوب تر یاد میگیریم، یعنی فیزیولوژی در اینجا الویول های هست ولی در این تبادله گازات صورت نمیگیره، بازم این فضای مرده هست. اینمی الویول هایی که به صورت طبیعی دید اسپیس یا فضای مرده نیست، اما حال وقتی که جریان خون دیگه سانه باشد بازم تبادله گازات صورت نمیگیره. پس این باز ما میگیم چه فضای مرده هست که در اینجا هوا آمده اما بازم تبادله گازات صورت نمیگیره. پس حالا هر کسی از شما پرسونه که دید اسپیس یا فضای مرده چی هست، شما میگین ما به همان ساحه از سیستم تنفسی، به همان ساحه یا سطح از سیستم تنفسی که در اونجا تبادله گازات صورت نگیره، ما اینو میره میگیم چیه؟ ای دید اسپیس یا فضای مرده. ما دید اسپیس یا فضای مرده را اگر بخوایم مطالعه بکنیم معمولا به چند بخش تقسیم مونیم، چند گوه شما باید بفهمیم. ما معمولا سه نوع دید اسپیس داریم. اول یکی اینمی آناتومیکال دید اسپیس است، آناتومیکال دید اسپیس. دومش الویولر
دیت اسپیسه. و سومین دیت اسپیس ما شما فیزیولوژیک دیت اسپیسه. فیزیولوژیک دیت اسپیس یعنی هر کسی شما پرسان میکنه که فیزیولوژیک دیت اسپیس چی معنا میده، آناتومیک دیت اسپیس چی است، یا فضای مرده الویولی چی است، پس حالا متوجه باشین که شما رو درست تعریف کرده بیدارین. خب آناتومیک دیت اسپیس یا فضای مرده آناتومی، ما به اینمی مجراهای تنفسی که فقط در انتقال هوا نقش داره اما در اونجا چی است، تبادل گازات صورت نمیگیره، ما شما اینمی را آناتومیکال دیسپیس میگیم، یا همان حجم از هوایی که در طرق انتقالی یا در کاندکتیو ایریای سیستم تنفسی قرار داره، ما اونم مقدار از چیه؟ مقدار اونم مقدار از هوا رو ما شما به نام چی میگیم؟ به نام آناتومیکال دیسپیس میگیم. یا اونم حجم از هوایی که در بینی، در فرهنگ، در تراخیا، در برانکس، در برانشول و در ترمینال برانشول قرار داره، اینمی حجم از هوا رو ما شما به نام آناتومیکال دیت اسپیس میگیم یا فضای مرده تنفسی میگیم. که اگر ما بخوایم یه آناتومیکال دیت اسپیس محاسبه بکنیم، به طور تقریبی آناتومیکال دیت اسپیس در یک شخص برابر به وزن اونم شخص به پاوند است. یعنی شما وزن اونم شخص که سه اندازه گیری بکنین به چیه؟ به پاوند. هر قدر که شد اونم رو ما شما میگوسی دیت اسپیس عزیز، آناتومیکال دیت اسپیس است. مثلا در یک جوانی، در یک مرد جوان بالغ آناتومیکال دیت اسپیس ازی برابر به 150 میلی لیتر. یعنی شما هوایی که تنفس میکنین 150 میلی لیتر از هوا در ساحه که تبادل گازات صورت میگیره نمیرسه، بلکه هوا در کجا؟ در آناتومیکال دیت اسپیس است، یا در طرق تنفسی که فقط مجرای انتقال این قسمت ها رو پر میکنه، این ساحه رو پر میسازه. متوجه باشین الویولر دیت اسپیس یا فضای مرده الویولی. به صورت طبیعی فضای مرده الویولی صفره. چرا؟ که در تمام قسمت های از الویول چی میشه؟ تبادل گازات صورت میگیره. اما هرگاه بنا به هر دلیل، چی دلیل فیزیولوژیک باشه چی دلیل پاتولوژیک باشه، که اکثرا پاتولوژیکه، مثلا مثل زی که یک امبولی تشکیل شده و ای چی کنه؟ ای جریان خون در الویول ها کاهش بده یا باعث بندیشی جریان خون در ساحه. در نتیجه هوا در الویول ها وجود داره اما در اینجا خون نیست، جریان خون کاهش کرده، پس بازم تبادله گازات در اینجا صورت نمیگره. ما به نمی ساحه که در اینجا تبادله گازات صورت نمیگره ما میگیم چی؟ ای فضای مرده. به همان ساحه از الویول ها که در اونجا، به همان ساحه از الویول ها که در اون ساحه تبادله گازات صورت نگیره، پس ما او رو میگیم چیه؟ ای الویولر دیت اسپیس است. ای الویولر دیت اسپیس به همان فضای از چی؟ از الویول های که تبادله گازات صورت نگیره، که به صورت طبیعی هست. چند است؟ به صورت طبیعی الویولر دیت اسپیس صفر، چون در کل از الویول ها به صورت طبیعی هست تبادله گازات صورت میگیره. اما در حالات پاتولوژیک و در بعضی از حالات فیزیولوژیک که در اونجا جریان خون کاهش پیدا بکنه و تبادل گازات صورت نگیره، او رو باز ما شما میگیم کسی چیه؟ الویولر دیتیسپیس هستن. پس حالا موضوع فیزیولوژیک دیتیسپیس چیه؟ ما به مجموعه آناتومیکال دیتیسپیس و الویولر دیتیسپیس فیزیولوژیک دیتیسپیس میگیم. یا فضای مرده فیزیولوژیک برابر است به چی؟ الویولر دیت اسپیس جمع چی؟ آناتومیکال دیت اسپیس جمع الویولر دیت اسپیس. ما شما اینه میره برام چی میگیم؟ بنامی فیزیولوژیک دیت اسپیس میگیم. یا در حقیقت وقتی میگیم فیزیولوژیک دیت اسپیس، ما میگیم مجموعه از فضای تنفسی که یا سایه تنفسی که در اونجی تبادل گازات صورت نمیگیره، چی او آناتومیک باشد چی پاتولوژیک باشد، ما به کل ساحات از سیستم تنفسی که در اونجی تبادل گازات صورت نمیگیره اونمون رو میگیم فیزیولوژیک دیت اسپیس. یا دقیقا اگه بخواید بفهمین، آناتومیکال دیت اسپیس جمع الویولر دیت اسپیس را ما شما به نام چی میگیم؟ فیزیولوژیک دیت اسپیس یا فضای مرده فیزیولوژیک است. موضوع دیگه که شما باید بفهمین و برای شما باید تشریح شود،
یکی موضوعی میزانی الویولر ونتیلیشن است. شما درباره ریتی الویولر ونتیلیشن بفهمید. اگر شما بخواید درباره ریتی الویولر ونتیلیشن ریت آف الویولر ونتیلیشن هدف از چیه؟ هدف از ریتی الویولر ونتیلیشن اینه که ما بفهمیم که در یک دقیقه چی مقدار به چی میزان گازات در ساحه که در اونجا تبادله گازات صورت میگره در اونجا رسیده، یعنی میزانی رسیدن هوای تازه در الویول ها یا در ساحه که در اونجا تبادله گازات صورت میگره، اینمی رو به نام چی میگن؟ به نامی الویولر ونتیلیشن یا ریت آف الویولر ونتیلیشن هستن. که شما اگر میخواین این رو پیدا بکنین که اینمی چی هست؟ الویولر ونتیلیشن برابر به چیه؟ تهویه الویولی. شما برای ازی چی کنین؟ آر آر را ضرب چی؟ ریت تنفس شخص را ضرب چی بکنین؟ تایدل والیوم منفی اناتومیکل دیتی سپیس اناتومیکل والیوم یا حجمی والیومی اناتومیکل دیت سپیس دقیق قرم نشته می کنم. یعنی شما اگر بخواین دقیق بفهمین که در یک دقیقه چی مقدار هوا در الویول ها یا در ساحه که در اونجا تبادله گازات صورت میگره رسیده، شما چی کنین؟ آر آر را ضرب حجم جاری یا مقدار هوایی که در هر دقیقه شما تنفس میکنین منفی اناتومیکال دیت سپیس بکنین، منفی اون مقدار هوایی که در چه مجراهای انتقالی در کانداکتیو ایریا قرار داره، اوراق در چه در قسمت ریسپیراتوری برانشیال نمیرسه، اونمو هوایی که در این مجرای تنفسی را فقط پور کرده و در الویول های نمیرسه منفی از او بکنین. خب شما ببینید که اگر بخواید محاسبه بکنین الویولر ونتیلیشن در هر دقیقه برابر است به صورت نرمال ریت تنفس یک شخص شما 12 سایکل پر منیت اگر بگیرید ضربی. شما تایدال والیوم در ویدیوی حجم های تنفسی فهمیدین که تایدال والیوم 500 میلی لیتر این در هر دقیقه ما شما 500 میلی لیتر هوا را داخل مجرای تنفسی داخل میکنیم. از جمله از این 500 میلی لیتر هوایی که ما شما تنفس کردیم کلش کس به الویول ها نمیرسه. شما پیشتر خواندین که 150 میلی لیتر از این در بینی، در فرنگس، در تراخیا، در برونکس ها، در برونشول ها و ترمینال برونشول قرار میگیره. این ساحه رو چی پر میکنه؟ پس منفی 150 باید بکنیم. چون هوایی است که 150 هوایی هستن که در الویول ها نمیرسه، بلکه اینا در قسمت های در طرق انتقالی است. پس چه منفی 150 میلی لیتر میکنیم؟ از او خاطر پس چه الویولر ونتیلیشن برابر است به چی؟ 12 ضرب از 500 150ش را کم بکنیم میشه 500 0 10 5 3 350 میلی لیتر. شما چی کنین؟ اینمی 35 ضرب 12 بکنین 2 5 10 در 0 1 حاصل 2 3 6 6 1 7 1 5 5 1 3 3 سیست یک صفر هم از این داشتیم میمونم صفر هفت پنج دوازر دوازر دویش یک آسیل چهار هزار و دوست میلی لیتر. پس چه الویولر ونتیلیشن برابر با چند میشه؟ برابر با چهار هزار و دوست میلی لیتر پر مینیت. در صورتی که آر آر چی باشد؟ در صورتی که آر آر 12 باشد. اگر ریت تنفس افزایش پیدا بکنه پس ای الویولر ونتیلیشن یا مقدار هوایی که در الویول ها میرسن بالا میشه. اگر ریت تنفس کاهش بکنه یم چی میشه؟ کاهش پیدا بکنه. آخرین حرفی که بر شما باید یادآوری بکنم مینیت ریسپایرتوری والیوم هستن در باره مینیت ریسپایرتوری والیوم یا حجم تنفسی در یک دقیقه. مینیت ریسپایرتوری والیوم عبارت از همان مقدار از حجم از هوایی که ما شما در یک دقیقه داخل سیستم تنفسی انهیلشن میکنیم، اینی میره ما شما مینیت ریسپایرتوری والیوم میگیم. که برای محاسبه نمودن مینیت ریسپایرتوری والیوم شما چی بکنین؟ ریت تنفسی یا آر آر شخص ضرب تایدال والیوم بکنین، ضرب حجم جاری بکنین.
هر دفعه که من تنفس میکنم شما میفهمید 500 میلی لیتر هوا رو داخل میکنم و در یک دقیقه چند دفعه من هوا رو داخل میکنم. اینو میرم محاسبه بکنیم. پس در حالت پیدا میشه که سمین نیتروس پر چه والیوم برابر است. اگر یک مرد بالغ مثلا نرمال در حالت استراحت 12 دفعه در هر دقیقه تنفس بکنیم، در هر دقیقه ما شما 12 بار تنفس بکنیم، هوا رو داخل سیستم تنفسی ببریم و در هر دفعه ما شما 500 میلی لیتر کش بکنیم. پس در حالت 12500 بکنید میشه 5 دوازیت میشه 60، دو صفرم داریم میشه 6000 میلی لیتر یا 6 لیتر، 6 لیتر پر مینیت. در یک دقیقه یک شخص جوان نرمال 6 لیتر هوا رو داخل تنفس میکنه. اما از این 6 لیتر متوجه باشین 4200 یا 4.2 لیترش در ساحه که تبادله گازات صورت میگیره یا در اکسچنج اریا یا در الویول ها میرسه و تقریبا 1800 میلی لیتر از این در یک دقیقه در کجا؟ در کاندکتیو اریا یا در مجرای هستن که در این تبادله صورت نمیره یا اینا جزء اناتومیکال دیت اسپیس میشه. بازم تشکر از توجه شما، آرزو دارم که فضای مورد تنفسی را و مقسم اناتومیکال دیت اسپیس فهمیده باشید. فقط هر کس از شما درباره فضای مرده صحبت میکنه که فضای مرده چی است، شما میگین همان قسمت از سیستم تنفسی که در اونجا اکچنج یا تبادله گازات صورت نمیگیره. مثلا تراخیا جزء سیستم تنفسی هست اما در تراخیا تبادله گازات صورت نمیگیره. کس شما پرسن چرا؟ یا بین جدار خون و سیستم تنفسی زخیم وجود داره، از خاطر تبادله گازات صورت نمیگیره. ما به همان سایه سیستم تنفسی که در این تبادله گازات صورت نگیره، یعنی میرم ما چی میگیم؟ دید اسپیس یا فضای مرده میگیم. فضای مرده اناتومی که شما میفهمین که مربوط به کاندکتیو اریا میشه، ولی فضای مرده تنفسی وقتی میگیم الویولر ونتیلیشن جمع اناتومیکال دید اسپیس. تشکر از توجه شما، موفق باشین.